یه برد، یه باخت و 4 تا مساوی. شاید برای هر تیمی یک نتیجه خوب باشه، ولی برای پرسپولیس واقعا ضعیفه و نشون میده اوضاع مدافع عنوان قهرمانی زیاد خوب نیست. مشکلات بیرون زمین به مشکلات توی زمین اضافه شده و پرسپولیس رو دور از روزهای خوبش نگه داشته. هفته 13 ها اما میتونه قرمزها رو به ریل خوشبختی برگردونه. اونا توی خونه بازی میکنند و ضعیف‌ترین تیم فصل و تاریخ لیگ برتر قرار برابرشون قرار بگیره. یعنی ماشین سازی. تا قبل از باخت هفته قبل ماشین سازی به فولاد، استقلال اهواز لیگ 15 ضعیف‌ترین شروع تاریخ لیگ برتر رو داشت. ولی حالا این عنوان تعلق گرفته به ماشین سازی که توی 12 بازی ابتداییش فقط 4 تا امتیاز گرفته. اونا یکی از دو تیم بدون برد فصلن و همه رکوردهای ضعیف لیگ این فصل رو هم مال خودشون کردن. ضعیف‌ترین خط دفاع و ضعیف‌ترین خط حمله فصل و بیشترین باخت. بزرگترین علامت سوال درباره پرسپولیس به قلب خط دفاع برمیگرده. یعنی دقیقاً همون جایی که بدون حسینی و کنانی زادگان تبدیل به پاشنه آشیل تیم گل محمدی شده و با زوج عجیب و غریب احسان حسینی و مهدی شیری اولین باخت فصل پرسپولیس رو رقم زد. احتمال اینکه جلال حسینی به ترکیب برگرده زیاده، ولی بعیده تا این فصل خبری از کنانی زادگان بشه. ماشین سازی یکی از اون رقیبای دلخواه پرسپولیس توی تاریخ لیگ برتره. پرسپولیس هیچ وقت به ماشین سازی توی لیگ برتر نباخته و 4 تا برد و 2 تا مساوی برابر این تیم داره. اما نباید فراموش کنیم که ماشین سازی برخلاف تبریز توی تهران بوده که از پرسپولیس امتیاز گرفته و نباخته. پرسپولیس 2 فصله که نتونسته ماشین سازی رو توی تهران ببره. حامد لک و پرسپولیس روزای خوبی رو سپری نمی‌کنن. برخلاف روزای اول همکاری که لک گل نمی‌خورد و کلین شیت پشت کلین شیت به نامش نوشته می‌شد، حالا اوضاع برعکس شده. پرسپولیس توی 5 تا بازی آخرش فقط جلوی سپاهان کلین شیت کرده و از آلومینیوم استقلال 2 تا گل خورده. با همه این حرفا، پرسپولیس هنوزم صاحب بهترین خط دفاع فصله و 7 گل توی 10 تا بازی خورده. دیگه خبری از رسول پناه توی هیئت مدیره نیست و به نظر میرسه سریال ویدیوهای جنجالی آقای مدیر عامل سابق هم تموم شده. این یعنی اوضاع بیرون زمین آروم شده اگه گل محمدی دوباره یاد بولدوزر بازی نیفته. با یه برد اوضاع توی زمین هم کاملا خوب و آفتابی میشه. روی کاغذ پرسپولیس نباید برای رسیدن به این 3 امتیاز زیاد انرژی مصرف کنه. به خصوص که ماشین سازی توی 8 بازی بیرون از خونه آخرش برنده نشده. ولی فراموش نمی‌کنیم که پرسپولیس به زباهن انتهای جدولی امتیاز داد و همین ماشین سازی توی آزادی فقط مغلوب ضربه میلیت شد و به استقلال باخت. این فصل خیلی از بازی‌ها نشون دادن نباید به نوشته‌های روی کاغذ توی فوتبال زیاد اعتماد کرد که شاید وقتی داور سوت پایان بازی رو زد، باخت شماره 50 یحیی گل محمدی توی لیگ برتر ثبت شده باشه.